که بتونم در اونجا چیزی رو پیدا کنم که عملاً به اندازه ارزش طلا به وزن خودش قیمت داره. این ناحیه همچنین به قارچ‌های ترافل یا قارچ دنبلان سیاه و سفید یا همون گنج‌های مدفون دنیا هم معروفه. برای من این قارچ‌ها پادشاه‌های حقیقی آشپزی پیمونته هستند و اصالت و شکوه اونها هم در قیمتشون قابل مشاهده است. قارچ‌های ترافل سفید تا کیلویی 2500 یورو به فروش می‌رسن. ترافل در اصل یه نوع قارچه که در زیر زمین رشد میکنه، برخلاف قارچ‌های معمولی که باشون آشنا هستیم و بیرون زمین رشد میکنن. لوکاس 3 ساله که در این نواحی به پیدا کردن و شکار قارچ ترافل مشغوله. Qui abbiamo 2 ettari, 20.000 metri. 20.000 metri. Diciamo di sì, sì. اون میگه توی یه قسمت 20,000 متر مربعی از زمینش میگرده تا قارچ ترافل پیدا کنه. در اینجاست که او به دنبال قارچ ترافل سیاه و ترافل کمیاب سفید میگرده. جالبه چون قارچ ترافل در حقیقت فصل خاصی نداره. میتونین در تمام مدت سال به دنبال قارچ ترافل بگردید. تنها تفاوتش در اینه که 2 جور قارچ ترافل داریم. ترافل تابستونی و ترافل زمستونی. برام سواله که لوکا چه تعداد ترافل سفید و چه تعداد ترافل سیاه میتونه پیدا کنه؟ اون در 1 سال بین 5 تا 60 کیلو ترافل سیاه برداشت میکنه که رایج‌ترین نوع ترافله و فقط 5 کیلو ترافل سفید. از اونجایی که ترافل در این منطقه بسیار ارزشمنده، آیا میان شکارچیان ترافل رقابت تند و تیزی وجود داره؟ فکر میکنم لوکا در جواب این سوال خیلی محتاطانه عمل کرد. چون وقتی دوربینا خاموش بودن به من گفت که این کار بسیار خطرناکه. اما حالا که جلوی دوربینه جوابش تغییر کرده. فکر میکنم شاید یه قانونی بین خودشون وجود داره که میگه نه، خطرناک نیست، اما من میتونم توی چشماش ببینم که در واقع خطرناکه. چون توی این کار وسط جنگلین و در ضمن اونا تفنگم دارن. نمیگم به سمتتون شلیک میکنن، اما تفنگم دارن. فوشیلش هم ویده برو، آره میبینید، حالا داره اعتراف میکنه که تفنگم دارن. با وجود خطر این کار، اما دوست دارم لوکا رو در حین انجام کار ببینم. او تنها شکار نمیکنه و از یک دوست چهارپا به نام مایا در این کار کمک میگیره. بلا بلا هی چه؟ من تصور میکردم به صورت سنتی از خوک برای بو کردن و پیدا کردن ترافلا استفاده میشه، اما پاسخ لوکا واقعا منو شگفت زده کرد. این کار در ایتالیا ممنوع شده چون خوک‌ها موقع این کار یه گودال بزرگ در زمین ایجاد می‌کنن و با این کار ممکنه بقیه ترافل‌های کوچک دیگه هم از بین برن و این برای برداشت سال بعد خوب نیست. اما سگ با پاهاش یه سوراخ کوچک درست می‌کنه و به این ترتیب بقیه ترافل‌های تو اون ناحیه رو از بین نمیبره. اما جالب اینجاست که خوک نسبت به سگ می‌تونه بهتر ترافل‌ها رو از فاصله بیشتری بو بکشه و با سرعت بیشتری هم پیداشون کنه. شامه مایا هنوز هم برای این کار بی‌عیب و نقص کار میکنه. پس حالا زمان اون رسیده که این سگ شکاری رو رها کنیم. مایا، تروستو در توفو. لطفاً قارچ ترافل پیدا کنیم. لطفاً ترافل پیدا کنیم. برو ترافل پیدا کن. مایا نزدیک به 300 میلیون گیرنده بویایی دقیق داره. در مقایسه با ما که تنها 6 میلیون گیرنده داریم. و به نظر میرسه که موفق شده. فکر کنم یه خبرایی شده. فکر کنم یکی پیدا کردیم، یکی پیدا کردیم. ما یه ترافل پیدا کردیم. این همون چیزیه که میگن ترافل سیاه. مردم پول خیلی زیادی بابت این میدن. میریم بپزیمش. آفرین مایا. آفرین مایا.